و از آنجا که ملت ایران با عزمی راسخ این راه برگرفته از نهضت پرشور حسینی را به یاری خدا ادامه می‌دهند، غلبه بر جنگ اقتصادی و شکست پروژه تحریم ایران نیز نزدیک خواهد بود و جمله پایانی ما به آمریکا و رئیس جمهور عجیب غریب اون این است که آقای ترامپ، هرگز ایران را تهدید نکن، زیرا هنوز ناله های پر از وحشت نظامیان آمریکایی در تبس شنیدنی است و هنوز ناله های از سر ترس ملوانان شما و دوستان انگلیسی دان در آبهای خلیج فارس شنیدنی است و خود بهتر می دانید که روزانه چه تعداد از کهنه سربازان شما در جامعه آمریکا دست به خودکشی می زنند از افسردگی و وحشتی که در جبهه‌های جنگ به اونها دست داده است. پس ما را تهدید نظامی نکنید و از تهدید نظامی نترسانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طیب الله انفاسکم. سردار جعفری، تشریف داشته باشن همه شرکت کنندگان و حاضرین. برنامه ادامه داره، حتما حضور داشته باشید. با قرائت بیانیه برنامه پایان خواهد رسید، با قرائت قطعنامه حتما تشریف داشته باشید. از همه خانواده معظم شهدا هم سپاسگزاری میکنم. خیلی ممنونم فرزند بزرگوار شهید ابوالقاسم کوادی و شهید همدانی و همه دوستانی که اینجا حاضر بودن. خب دعوت میکنم از مسئول محترم بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جناب آقای مهندس مهدی ایرانپوری، به عنوان نماینده محترم تشکل‌های دانشجویی برای ما بیانیه‌شون رو قرائت خواهند فرمود. استقبال شایسته بفرمایید با ذکر شریف یا حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. ای یفقفوکم یکون لکم اعداء و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و ودوا لو تکفرون. اگر بر شما مسلط شوند، دشمنان سرسخت شما خواهند بود و دست و زبانشان را به بدی به سوی شما خواهند گشود و دوست دارند که شما از دین خود دست برداشته و کفر ورزید. امسال تلاقی دو رویداد بزرگ و برجسته یوم الله 13 آبان ماه، این عید استکبار ستیزی و راهپیمایی اربعین حسینی، فرصتی برای تأمل بیشتر در ارتباط بین این دو مفهوم را فراهم ساخته است. بدون شک اربعین حسینی بزرگترین رزمایش انسانهای آزاده و استکبار ستیز از سراسر جهان است که حول مفهوم آزادگی و عزت، فارغ از هر نژاد، ملیت و زبانی، در کنار یکدیگر گرد آمدند. اربعین حسینی و پر رونق‌تر شدن هر ساله این مانور تشیع و ایجاد روحیه ضد استکباری ناشی از تأسیب جمهوری اسلامی ایران در میان سایر ملل از نشانه‌های بارز ناتوانی و شکست استکبار جهانی است. فراهم کردن چنین بستری که ایجاد پیوندهای عمیق میان ملت‌های مختلف در جهان تنها گوشه‌ای از برکات آن است، تنها از کسی ساخته است که خود نماد آزادگی و ایستادگی در برابر استکبار بود. گرد آمدن چنین جمعیت عظیمی حول مفهوم مبارزه با طاغوت نشان از آن دارد که زمین سازی برای تحقق ظهور در گروه اشاعه فرهنگ استکبار ستیزی است، چرا که هرچه مردم جهان به مفهوم آزادگی و ایستادگی در برابر طاغوت و استکبار عمل کنند، به جامعه موعود نزدیک می شده ایم. و اما امروز به رسم هر ساله در این مکان تاریخی جمع شده ایم تا نکاتی را به استکبار جهانی و در رأس آنان آمریکا اعلام بداریم. این مکان روایتگر تحقیر آمریکا و تفکر مستکبرانه آن است. اشغال لانه جاسوسی ایالات متحده توسط دانشجویان انقلابی پیرو و خط امام سیلی محکمی بود که نتیجه آن ایجاد روحیه مقابله به مصر در برابر اقدامات آمریکا
و شکست ابهت پوشالی او در کشور بود. خوب است که دولت